خب همونجور که بهتون قول داده بودم میخوام یه دونه کیک درست بکنیم با استویا که ببینیم که به چه شکلی در میاد. اونایی که نمیدونن استویا چی و توضیحات کاملش رو نمیدونن، لینکش رو که قبلا فیلمش رو من گرفته بودم براتون میذارم زیر فیلم تو قسمت کادر توضیحات، از اونجا میتونین نگاه بکنین و بدونین که چی به چیه جریانش. تمام توضیحات و چیزای دقیقش اونجا براتون گذاشتم. خب این کیکی که ما میخواییم درست بکنیم اگه مثلا حدود 100 گرم شکر داشته باشه، دقیقا اون چیزی که اینجا تو توضیحاتش نوشته من بخونم براتون، 100 گرمش حدود در بخواییم مقایسه بکنیم با شکر حدود 1 گرم و در نمید 2 گرم شکر و قند توش داره و حدود 58 کالری هم به اون انرژی میده. حالا اینو شما مقایسه بکنیم با 100 گرم شکر اگه میخوایم مقایسه بکنیم ببینیم چقدر تفاوت میکنه واسه. اینجوری هم که اینجا نوشته ببینیم هر یه دونه قاشق مربا خوریش حدود 2 کالری، دو تا نوشته داره 2 کالری انرژی داره، ولی واسه شکر همون اندازه 16 کالری انرژی بهتون میده. ببینین که چقدر تفاوت میکنه. البته این چیزی که ما اینجا میخوایم استفاده کنیم مخصوص پخت و پز هست، ولی اگه بخواین از استویا اصلی استفاده بکنین که یه شیرینی دیگه هم با این درست میکنم، شیرینی بعدی رو تو یه فیلم دیگه، این کاملا صفر هستش. اینم بهتون تو اون فیلمی که گفتم توضیح دادم که چرا با اینا درست میکنیم که بافت شیرینی و چیزایی که میخواییم درست بکنیم خیلی نزدیکتر بشه به شیرینی هایی که با شکر درست میشه. در اون توضیحات کاملش اونجاست. خب این رو درست کنیم ببینیم که به چه شکلی در میاد. که ساده هستش و سه تخم مرغ معروف هستش، یعنی سه تا تخم مرغ داره و خیلی راحت هم درست میشه. هیچ همزن و چیزی هم من استفاده نمیخوام بکنم، فقط با چنگال و قاشق و چیز معمولی. خب اولین کاری که میکنیم یه پیمونه انتخاب میکنیم. پیمونتون چه استاندارد باشه چه نداشته باشیم، بخواد لیوان باشه همونو میتونیم واسه همه چی پیمونه بزنیم برای این کیک، پس فرقی نمیکنه. مثلا یه لیوان آبخوری معمولی رو به عنوان پیمونه انتخاب کردین، تمام مواد دیگه که بهتون اینجا میگم دستورشو با همون لیوان همه رو اندازه بزنیم. من پیمونه معمولی استاندارد استفاده میکنم که 250 میلی لیتر هستش. خب اول مواد خشکمون رو جدا میکنیم و مواد ترمون هم باید جدا باشه که اونا رو بزنیم، بعد به این قطعی بکنیم دیگه. دو پیمونه آرد داریم. این آرده رو ببینیم، من ندوش رو خالی گذاشتم از یه پیمونه کامل که بهتون میگم چرا. پیمونه بعدی رو کامل میگذاریم، نصفش یه نصف دیگه. و توی علک هم میریزیم، حتما آرد کیکتون رو سه بار اینطورا علکش بکنیم که پوک بشه. گوله گوله همیشه میمونه وقتی که این مواد میریزی اینا میمونه توش کیکو خراب میکنه. خب اون مقداری که دیدین که از آرد من کم ریخته بودم، من همیشه تو کیکایی که درست میکنم یه مقدارش رو کم میکنم از آردش و اون مقدار باقی مونده رو آرد برنج بهش اضافه میکنم. خیلی بافت کیکو خوشمزه تر و بهتر میکنه، پوکی خیلی خوبی بهش میده. من اون اندازه ای که آرد سفید رو کم کردیم، من اون اندازه هم بذار بهش آرد برنج، اما آرد برنج معمولی باشه چه معطر باشه چه معمولی باشه هیچ فرقی نمیکنه. اینم بهش من اضافه میکنم، همیشه این کار رو بکنیم. خیلی
مزه بهتری پیدا میکنه، توی دندونتون هم یه حالت خاصی داره، یه دندونه که خاصی داره. البته واسه کیک های اسفنجی نه، واسه کیک های اسفنجی و کیک های معمولی. من این دکمه ضبط رو بزنم و این قسمت ضبطش رو اینو فقط براتون توضیحش رو میدم. یکی این که گفته بودم که چرا خیلی از من میپرسن کیکمون پف نمیکنه، یه دلیلش این هستش که آردتون ممکن کهنه باشه. تاریخ آردتون رو دقت بکنیم و آردتون تازه باشه. علی کردن 2 تا 3 بار خیلی مهمه. و نکته مهمتر این که آرد کیک با آرد که برای پیتزا و نون میخواین استفاده کنین کاملا متفاوته. آرد کیک خیلی سبکتر باید باشه و آردی که برای نون و خمیر و اینجور چیزا، خمیر پیتزا اینا استفاده میکنن، گلوتنش خیلی بیشتر، بهش میگن آرد سنگین یا استرانگ بهش میگن و اون اصلا مناسب درست کردن کیک نیست. اگه باش کیک درست بکنین کیکتون خمیر میشه و خوب نیستش. آرد کیک اصلا مشخصه دیگه، ببینید شکلش مشخصه. و بیکینگ پودر رو گفتم، یکی دیگه از دلایلی هستش که وقتی کیکتون درست میکنین، اونایی که میگن پف نمیکنه، ممکنه بیکینگ پودرتون تازه نباشه، کهنه شده باشه. تاریخش حتما اینو دقت بکنید و اگه تازه باشه کیکتون رو خیلی پوک و خوب میکنه، خوبم پف میکنه. برای مقدار 2 تا قاشق انقدری من بیکینگ پودر ریختم تو علک، علک کردم که یادم رفت بزنم زرد بشه و این اضافه شد مواد خشکمون. اینو ما میذاریم کنار، حالا میریم سر وقت درست کردن مواد ترمون. فراموش کردم بگم هر کیکی که درست میکنین یه انقدرم توش نمک بریزین، اینو تو واسه همشون اجرا بکنین. بعد اگر وانیل شکری دارین که به صورت پودر هست، اونم دوباره تو همین مواد خشکتون بریزین. اونجا چون وانیلا و مایه هستش، اینو تو این قسمت اضافه نمیکنن، تو قسمت مواد ترمون اضافه میکنیم. اینم یه نکته دیگه بودش که فراموش کردم بهتون بگم که این کارم انجام بده. اینو سر وقت مواد ترمون. یه نکته دیگه مهمتر که توی پف کیک خیلی اثر میذاره این هستش که موادتون باید همدما با محیط بیرون باشه. یعنی وقتی که میخواین کیک درست بکنین، اگه تخم مرغ با شیرتون بیرون یخچال هستش، تو یخچال هستش، قبل اینکه کیک رو درست کنین بوده 2 ساعت قبل یخچال در بیارین که با محیطتون همدما بشه. اگه سرد اضافه بکنین و استفاده بکنین، بازم توی پف کیک خیلی تاثیر داره و اینو این نکته رو حتما بهش توجه داشته باشین تا کیکتون خوب پف بکنه. شیر رو 2 ساعت قبل در بیارین از یخچال. تخم مرغ هم اگه تو یخچال نگهداری میکنین بذارینش بیرون یخچال. اگه کیک هستش که کره میخواد توش اضافه بشه، که اون کره هم باز در بیارین که نرم بشه. اینا همه رو باید رعایت بکنین. اینا خیلی نکات ریز و مهمی هستش در واقع اون فوتال کوزه‌گری کیک. خب این ریختیم، وانیلش هم اضافه میکنیم. هم اندازه یه قاشق چای خوری مربع بخوری چقدر. حتما وانیل بریزین، چون بعضی رو دیدم میپرسن که مثلا گلاب اضافه کنین. نه، توی کیک اصلا چاشنی و اسانس هستیش فقط وانیل هستش. گلاب درست معطر، ولی توی کیک خوشمزهش نمیکنه، این مزه بدی میگیره اگه تنها گلاب باشه. میتونی مثلا وانیل باشه بعد گلاب هم بهش اضافه کنی یا یه ذره هل، مزه خیلی خوبی بهش میده. ولی اگه وانیل نباشه اصلا شیرینی خوب قابل خوردن نیست. شکری که داشتیم هم بهش اضافه میکنیم، نصف پیمونه. حالا اینو زرده تخم مرغ و وانیل و شکر رو میزنیم. اگه همزن دارین که خب خیلی بهتره، من حوصله ندارم همزن رو بشورم، من با دست میزنم. اگه با همزن خواستین اینو بزنین، انقدر بزنین که این رنگش از این رنگ زرد و نارنجی به رنگ تقریبا لیمویی در بیادش. وقتی به اون حالت شد صاف و یک دست شد کافی هستش. اگه هم بخواین که خیلی خیلی پف کنم، اینو انقدر بزنین که حجم این مایه بیاد تا این بالا. نمیخواد سفید و زردنم جدا بکنیم، چون کیک ساده و معمولی ما میخواییم درست بکنیم. کیک های دیگه هم درست کردم، در این 15 تا 16 مورد کیک کلینکاشون پایین براتون میذارم، خواستیم میتونیم اونا رو
نگاه کنیم درست کنیم کیک تولد شکلاتیه، کیک بیویه، چه میدونم کیک میوهی هستش، نارگیلی، نیموی، سیب، کیکی هستی، همه چی هستی. خب روغن مایه هم داشتیم، اونم نصف پیمونه بهش اضافه میکنیم. ریختن روغن زیتون و روغن های تمدار و بودار به کاملا خودداری بکنیم. فقط روغن گیاهی معمولی، آفتاب گردون، ذرت، اینجور چیز ساده. من سوال میکنه کیک رژیمی با ما یاد بود. کیک رژیمی اصلا نداره، نمیشه. خب کیک رژیمی درست بکنید، تخمه‌مرغ عنب بزن کف بکنه، شکر بریز توش، این دو پز میشه کیک رژیمی. دید این مدل خاگینه خارجی دیگه نمیشه اصلا نخوریم دیگه. اگه میخواییم چیز کنیم بخور، اندازه بخور، ورزش کن، راه برو، یکی که تم بخور. شیر هم داریم، باز اونم نصف پیمونه اضافه میکنیم. اگه به لاکتوز و اینجور چیز هم حساسیت دارین میتونه شیر بدون لاکتوز بریزیم، اما اصلا ماست بریزیم توش. خب این آماده است. همزن هم استفاده نکنم، اینجور معمولی تنبالی دیگه. فرق هم نمی کنه حالا چه اینو بریزیم تو چه اونو بریزیم تو، همیشه اینجوری میریزیم دیگه. نصفش یه دور بریزین، یه همی بزنین گوله نشه. مایه ما آماده شد، به این شکل در اومد. حالا قالب رو میخواییم انتقال درست بکنیم که اینا رو بریزیم توش. قالب اون 8 اینچی هستش یا 20 سانتی. از کره استفاده میکنید که قالبی کره همی کامل میمالم توش که چربش بکنم. که از روغن مایه هم استفاده بکنیم، همیشه کره میزنم بهتره. شما اینجوری همه رو میمالیم که نچسب. حالات این خودش نچسب هستش ولی معمولا بزنیم خیلی بهتر. سلام که دارم اینا رو آماده میکنم، فر رو روشن کردم، رو دمای 200 درجه سانتیگراد تنظیمش کردم. به واسه اینکه درش رو وا کنیم، این کیک و قالب رو گذاشتیم توی فر، دما رو میذاریم روی 175 درجه سانتیگراد. اولش روی 200 درجه بذاریم که داغ داغ باشه، چون وقتی که درش رو باز میکنیم کلی حرارتش از دست میده میاد پایین. بعد دیگه 175 میذاریم این خودش شروع کنه به پختن. خب حالا اینو میریزیم توش. که چی در میگه، اولین بار من خودم دارم با این شیرینی درست میکنم.
چی در میاد و در فرتون هم به هیچ وجه تا نیم ساعت اول باز نمی کنی. این هم یکی دلیلی هستش که این وسطش باز بشه پوفه کیکتون میخوابه و کیکتون اصلا پوف نمی کنه. این هم یه نکته خیلی مهم. این گرم کردن فر هم خیلی مهمه، اونم اگه این کار انجام بدین کیکتون خوب پوف میکنه. اگه همینجور سرد بذارین توش بعد روشن بکنین که افتضاحه دیگه. خب این فر ما آماده شد، این یه ذره میکوبینش و این میذاریمش توی فر، میریم و برمیگردیم. خب کیک ما آماده شد، من از فر در آوردم. این چند قشنگم خوب پوف کرده حسابی. اینو میذاریمش یه 5 دقیقه خنک بشه، بعد تکونش میدیم که از قالب در بیاد. یه نکته مهم دیگه هم این هستش که هیچ وقت داغ داغ کیک از قالب در نیاره، همیشه بذارین یه ذره خنک بشه بعد در بیاریم. بله میترکه، یعنی که ترک میخوره. حسش هم که همیشه اینجوری قبل اینکه فر در بیارین یه سیر خلال دندون یا چاقو رو میکنین توش، اگه اینجوری تمیز در اومد یعنی که کیکتون پخته. از کیکمون یه ذره خنک بشه بعد اینو ببورم. می‌بینی اگه با همزن میشد بیشترم پف می‌کنم، ولی می‌بینی عالیه اصلا، پوکی پوکی. خب کیک ما آماده شد، می‌بینی شان پوکه پوکه. باید شیرینیش کمه. من به نظرم اون شیکرمونو باید دو تا بریزیم. خیلی همینجوری هم خوب واسه من. حالا دسته مواد و همه چیزش رو تو همون فیلم براتون میذارم، مینویسم وسط فیلم، از اونجا میتونید نگاه بکنید دیگه. چند قشنگ پوک و ترد عالی شد. من یه آخرین تست هم میگیرم ببینیم کیک رو من از دیشب که درست کردم گذاشتم بیرون تو یخچال نذاشتم، ببینیم کاملا پوک و ترد و تازه مونده. من گفتم براتون بگیرم که ببینیم چجوری بافتش چجوری میشه.